به نام الله یک تا و توانا. السلام علیکم خانده عزیز، بانوی گرامی، بعد از چاشتتان بخیر. خوره گرامی بینده عزیز برنامه بانو، السلام علیکم. خرسند هستیم که باز هم در خدمت شما عزیزا قرار داریم و وقت برنامه شما فرا رسیده و در خدمت شما خواره عزیز قرار داریم. قبل از اینکه دیگه مطالبه بگویم، یک خواره ما روی خط تلفن است، به خاطر که تماس قطع نشم مشنیم. خواره بفرمایید. سلام علیکم. متاسفانه قد شد و بیاین دکتر سه بعد شما تلفن تیر نشیم، یک پیام بشنویم. خب نه دوست، به خاطر که بیخی با ما مدت شده تا کمیره نگویم یک برنامه آغاز نمیفهم. برنامه ماست 86-56 میتونین دوست هایی زنگ بزنین و به 456 هم پیام بگذارین. پیام های شما نیز از نزد ما هست. خب یک پیام گفتین میخوایم؟ بله یک پیام میشنویم دکتر سه، ببینیم کدام یک پیام که از طریق 456 مواصلت ورزیده و ببینیم که از کدام دوست ماست، از خواهر است یا برادر. سلام علیکم فرزانه جان، خوب استی؟ سلام به دکتر سه بان تقدیم میکنم. یک مشکل داشتم فرزانه جان که در خانه خودم دختر خانه هستم، 5 خواهر دارم. مادرم بسیار هم برای این بد رفتار میکنه، دایم مرد بزیر لط مندازه و لط میکنه. ما هیچ نمیفهم چی کنم دیگه. هم شیروی مرد مکتب روان میکنه، برای میگه که تو نفر داری وی داری و داریم. ما رو مثل یک زندانی در خانه قید کرده. ما هیچ نمیفهم چی کار کنم. بر ما یک رای حل نشان بدین لطفا. ما تا روز پنجشنبه منتظر بوده میتونم. در غیر از اون نمیفهم چی کار کنم. اگر خودکشی کنم هم نمیتونم. به خاطر که پدر خدا بسیار دوست دارم، نمیخوایم که ابرو عزت پدرم در میان بیه. ما مرضی هستم از کمپانی که پیام میفرستم. لطفاً به ما یک رای حل نشان بدین. شفا روزا هر قدر که کوشش میکنم نمیتونم. از زندگی دیگه خسته شدیم. به ما یک رای حل نشان بدین. به دکتر صاحب بگوین ما منتظر مشورشان میباشم. بسیار خسته شدیم از زندگی. دیگر روزا مکتب میمونه، همگی میره، مگه ما رو در خانه مثل یک زندانی قید کرده. وقتی میگم چرا، چی مشکل است، هیچ کسی گپ نمیزنه. دایم فقط بولاد کوب و هزاران چیز چتیات میگه، مثل که هیچ محمد دختر از اینه باشم. اگه پدر مام ده خانه باشه، گاه گاهی خوب رفتار میکنه، گاه گاهی در مقابل از هم مرلت میکنه. من هیچ نمیخوام چی کار کنم. بالاخره همی تصمیم گرفتم که به شما یک پیام بفرستم. تشکر میکنم، منتظر جوابتان هستم. خدا دکتر صاحب، من تو فکر نمی کنم، چون من خودم مادر هستم و هم دخترم پسر دارم. هیچ مادر و مادرای دیگه را که دیده، مادرای خود ما بوده، هیچ وقت یک مادر یک اولاد خود بد نمی بینه. حتما یک مشکل از اولاد خود می بینه، بخاطر از اینکه او را تنبیه کرده باشه یا بتونه که از یک طریق او را متوجه می اعمال زشتش بسازه. آدم نگفته نمانه دکتر صاحب که بعض اوقات یگان دخترای جوان، بچای جوان یک عکس العمل میکنن، یک کار انجام میتکن، مادر پدر مجبور میشه که میاد تا سرشان قیطات بگیره. ولی در جنبش اولی که یک موضوع هست، ما زیادتر شنیدیم که مثلا مادرها با دخترای جوان خود تا به میل از آن بعضا خانواده هست که لط کوب میکنن. بله ای که پام است. بله که ما سخت مخالف این لط کوب هستم. بله یعنی هر موضوعی باشه، هر چیزی که باشه، انسان میشه که خصوصا با یک بچه جوان، با دختر جوان، به هیچ عنوان به زبان زور، اولین چیزی که باز در ذهن دخترها ایجاد میشه خودکشی است و در ذهن بچه ها ایجاد میشه فرار از منزل است. اینی میگه پا است. پس به او خاطر خانواده تنها وظیفه‌ش نیست از یک پدر مادر که فقط متوجه حرکاتش یا متوجه زندگی و آیندهش یا گپاتن ادی باشه. یعنی در جنبش متوجه حتی مشکلات روحی هم یک جوان هاشه. حالا حالت روحی ادمی دختره کش خوب نبود، با وجودی که من مطمئن هستم، باز هم به گفته امو شاعر که مولانا صبیرو میگه، مادر ار گوید که مرگ تو باد، مرگ آن خو خواد و مرگ فساد. ایج وقت یک مادر اونمو حالت مثلا که اگر مادر یک دعای بد هم میکنه، دعا بدش اونمو عمل زشت داره میگه، خودت نمیگه. با واقعیت بسیار برای یک مادر یک لحظه اگر نباشین، باز حالت شما فکر میکنین که چقدر شما در خانواده عزیز هستین، ولی آله چون موضوع رو درک کرده نمیتونین، علمی شما رو نفهمانده که مثلا چرا مکتب نرین، چرا خب من این توجیه یک خانواده را به استثنای بسیار موارد کم به هیچ عنوان توجیهش من قبول نمیکنم که دختر خدا مکتب نمونه.
این خب یک مسئله است که برای مرد و زن کسب علم این خب فرض است. و باید که این به هیچ عنوان که گویا زمانه خراب است، موقعیت ما خراب است، یا مثلا خلوچک ها زیاد شده و پتک ها زیاد شده و گپ ها، بسیار گپ های پیش پا افتاده است، ولی خوب است که یعنی یک حق یک دختر جوان است که باید به مکتب بره، درس بخونه، ولی خانواده هم در جنبش مشکلاتش باید حل بکنه، راه های حل در این زمینه پیدا بکنه، نه ای که در این فکر باشه که نه باید که من هر چیزی که میگم اونمو موضوعی که من برتان گفتم که کسی گفت که دختر جوان هم مانند قوغ از بدستای ما، قوغ آتش است که دستای ما رو می... و ما باید هر چی از خود دور بکنیم و ایره به کسی بتیم. نه، من برشون یک مثال گفتم که دختر چرا نمیگین که یک دامنگل گلابه که بسیار یک خوشبویی داره که در دامن من خوشبویش همیشه من احساس میکنم، اگر به کسی بتیم خوشبویی برازو میره، چرا این قوغ آتش شما مثال میتین؟ ولی به هر صورتش در خانواده هایی که با هست آمده سر خودتان خوارک قند. اول یک چیز به خاطر داشته باشین، خداوند بهترین کسی را که بر انسان ها داد اینمی پدر و مادر است. در آخرت ببینین بارها شنید که میگه هیچ کس به درد کس نمیخوره، نه میگه اولاد به درد مادر میخوره، نه مادر به درد اولاد و نه پدر، نه چرا؟ اینمی محبتی که در قلب ها خداوند گذاشته این محبت گرفته میشه. امروز کسی که تمام زندگی خود به پای فرزند خود مندازه و اونمو نگران فرزند خود است، حلال و حرام پیدا میکنه، هر چیزی حرام به خاطر اولاد خود میخوره، اولاد خود کلان میسازه، با وجودی که میفهمه که فردا روز این فرزندمون به درد ما نمیخوره، ولی با اون هم همین کار میکنن صرف به خاطر دمی محبت است. در این محبت هم امتحان است. امتحان چه قسم است که خداوند میگه این محبت براتون دادیم، در این هم افراط نکنین، فرق بین حلال و حرام بشناسین، همه چیز فدای اولادتان نکنین. ولی بسیاری کس ها هست که همه چیز خود را به این فرزند خود میده، وقتی که در خودت حال از بهترین چیزی که خداوند بر تو داده از او شاکی هستی نه. و در جنبش در این فکر هستی که حتی همه میگی از دست مادرم خودکشی میکنم. حالا یک بار خواهم درد مادرتم خودت احساس بکن که مادرت از چی در حراس هست. این یک موضوع فطری هست. ما باور بکنین که حیوانات ما کس را یک مستند امی فیلم حیوانات بود ده. ما در اینجا فرزانجان دیدیم که پشت یک آوی شیر دوید و آو را گرفته نتانستم و آو بچه را گرفت شده این را گرفت امی مادرش هر طرف که شیر میرد به طرف میره چندین بار تا چند لحظه از پیشش فرار میکرد و حالا بخاطر اولادش دوباره پس آمد بخاطر امی اولاد خود. بله اوجا می دیدن که امی شیر تفلکش می دارید بله. ولی امی در امی لحظه آخر امی یک بار دوید به طرف شیر که امی دوید شیر هم گرفت مادرش هم دارید بله. ولی ببینین در حیوان که اقدر یک احساس هست در انسان نیست. بعض کسا هست خوار فرزندجان شاید شما متوجه بله. باشین که امی محبت خود محبتش بسیار فراوان است. او را پت کردن در امیق زیر دل خود پت کردن بله. گفتن نمیتونن ظاهر خود در ظاهر میبینی میگی چقدر خشن است بله. ولی او محبتش احساس نمیکنی. ولی باور بکنین که قلب مادرها مالا مال هست میر و محبت است بله. که او را خوب از کاشکار بسازه بله. یعنی آل شما چهره زشتی از او را دیدین محبت خدا به پیش شما پنهان کرده یا ای که نمیخواه که برتان او را آشکار بسازه یا هر هدف باشه. بسیاری از مادرها هست میگن اگر بشینی یک دنیا حرف دارن بله. حال در جنبش اگر یعنی یک مسئولیت بزرگام است. مادرها هم مسئولیت دارن. بسیار مشکلات فردا روز خودتان مادر میشی باز همین حالت خود سر خودتان رو احساس میکنی. شاید که اگر روز باز خودت به بسیار زیاد خودت اولاد دوست داشته باشی ولی اولادت به هر کس شکایت بکنه که این مادر مرحی دوست نداره. ولی چی خوب است که مادرم درک بکنی و در جن میشه. این مشکل بسیار عمده هم نیست، بسیار ساده است و بسیار ساده هم حل میشه. کوشش بکن که اول مادرت برش قسم بخو که همی هر آنچه که خودت میگی مأمور قبول داره بله. هر آنچه که میگی سر از امروز بگو شروع کن، من نوشته میکنم که تو چی میخوایی، من اون کار یک به یک تطبیق میکنم.
کوشش بکو با مادر داشتی بکو، نه سر سرزه. من مطمئن هستم که تو هم آسی میشی بعض اوقات، سرکش و نافرمان، هر چیزی که میگه در مقابل زبان کردن، هر چیزی که میگه او خلاف از او کار انجام دادن، همی هست که اونا هم با شما امتا یک رفتار میکنه. کوشش بکو اول خودت تسلیم مادر شو، با به مادرت بگو مادر قند، عزت و آبروی تو بر من همه چیز است. اینمی زبان است که با اون پشتو که یک مثل بسیار شیرین است میگه خپل خله هم کلا ده هم بلا، باور بکنی که نمیتر است. آدمی زبان چرا کار نمیگیرین که بتانید که بسیاری از کسایی که از شما ناراضت، حتی دشمنایتان شما دوست بسادین با همی زبان نیکتان، و با همی زبانتان بهترین دوستایتان میتونین که دشمنتان بسازین. پس از همی چیز چرا استفاده نمیکنین تا که بتانید که همین مشکل حل بکنین، نه در این فکر باشین که من خودکشی میکنم، چنان میکنم و چنان میکنم. بله دوستای عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. وقتتان خوش بانوی عزیز، نیمه روزتان بخیر و روزو داریم تا داخلین قسمت برنامه با ما همراه باشین و میریم بازم پیام دوستا را میشنویم، ببینیم که کدام دوست ما هستن و چی مشکل با ما در میان گذاشتن. سلام دکتر صاحب، من یک مشکل خانوادگی داشتم که من دستم به خود خانواده در خانواده ظلم دیدم و 20 سال میشه که بخواست از اونا ظلمی حضور تحمل کدم، هر چی که سر نوست ششتیم تحمل کدم. اما این روز من کشمم که یعنی روز که سر از مورده سر اولاد پایمش دخترم به سند خود گرفت، بعد زور در شوار داد و اون شوار شد در لد کو بود چیز را دو سر نم و طلاق گرفت. این روز رفتار را سر از من نکارا اولم نک چیز کس به حق اولاد خونم اولی این سر از من از کرا از دید اخی خسته شده من به خودم که خلا شد و نمیخوایم اون اولاد هم میسید ما تشنه لطفا کمک این داد هست که اولاد هم به بردخت نکنم خدا. فرزند جان من مشکل از اینا رو درست نفهم، از مادر خود شکایت داشتن؟ اول فکر گفتن من بله. بسن خورد من عروسی بله بله. کردن باز دوم هم از شوهرشون نه، بعدا گفت از مادر خودم شکایت داشتن، از مادر خود خوال شکایت داشت که گفت مربسن خورد داد و مشکلات داشتم گفت قدر ظلم و ستم، باز طلاقم در میان آمد، گفت طلاق دادن مرا. همکاری تخنیکی لطفا امیر یک بار دیگه هم پلی کنین. خانوادگی داشتم که من دستم به خود خانواده در خانواده ظلم دیدم و 20 سال میشه که بخواست از اونا ظلمی حضور تحمل کدم، هر چی که سر نوست ششتیم تحمل کدم. اما این روز من کشمم که یعنی روز که سر از مورده سر اولاد پایمش دخترم به سند خود گرفت، بعد زور در شوار داد و اون شوار شد در لد کو بود چیز را دو سر نم و طلاق گرفت. این روز رفتار را سر از من نکارا اولم نک چیز کس به حق اولاد خونم اولی این سر از من از کرا از دید اخی خسته شده من به خودم که خلا شد ما نمیخوایم اون اولاد هم میسید ما تشنه لطفا کمک این داد هست. خودشان بله با خورتره که عروسی کرده بودن و حال دخترشان هم بله ظلم کردن، دخترشان هم طلاق گرفته بله. گفت حال بالای من این شوهر کارایی میکنه کارایی میکنه که چی که هیچ کس به حق کس نمیکنه. خب در همچو حالات دو موضوع است، یکی ای که ما بارها گفتیم که انسان نباید سرکس ظلم بکنه و نه زیر بار ظلم کس باشه، نه ظالم باشه انسان نه مظلوم، هر دوش گناه است. بله. خاطر که امی ظلم تحمل کردنش هم درست نیست. تو که بالای کس ظلم نمی کنی با ظلم کس برداشت کردنش هم درست نیست، ولی اگر حالت تا فرق میکنه بله. اگر این موضوع میشه در خانواده حل شوه، حالا شما خرد بدین، در خرد وقتی که خرد بدین شما را عروسی کردن، مطمئنن که یا در سن 13 ساله یا 14 ساله یا همه قسم بله سال بله. بدن بله. که بالاخره شما همه زندگی تانه وقف خب همون شوهر کردین یا خانواده بود هر چیزی که بود، بالاخره حتی که حالا خب صاحب اولاد شده، اولادتان بزرگ شد و دخترتان هم دمی تفلی
عروسی کردن و بالاخره اونا هم حال طلاق گرفتن، ولی تا حال هم شوهرتون به سر حقل نامد. یک فکر نکرد که هر چیز از خود یک حد حدود داره. سنگ ببینید توانایی داره، کل ما سنگ میبینیم که میگن چقدر سخت است، یا هر یک فشار بالاتر هست توانش بالای سنگ به سنگ میشکنه توته توته میشه، به خاطر که فشار از طاقت سنگ کرده زیادتر بود. به او خاطر انسان هم از خود یک توانایی خاص داره که از امو تواناییش وقتی که زیاد میشه دیگه طاقت و توان انسان هم از بین میره. و این حالتتان هم حالت خوبی نبود، شنیدی فرزان جان؟ که حتی آمدم و نتانستم که اول بار اول بفهم که مشکل از خواهد داشت. بسیار گلونش گرید. پس به او خاطر اول باید که همین شوهرتان به سر عقل بره. بسیاری کسا هست فرزان جان کل عمرشان به نمی شکل تیر میشه، هیچ سر عقل نمیه، هیچ متوجه نمیشه که می هر چیز از خود یک وقت و زمان داره. حتما گوشزد هم نمیشن دکتر سپرشون گفتم بله. نمیشه نه هم بو هم تو عادت کردم میگه من همه تو هستم بله. در حالی که هر انسان در هر مقطع زمانی باید که خود تغییر بده. او حالت او حوصله مندی که مثلا در وقت عروسی خواردش حالا خود نمیتونه دیگه، حالا سن روز به روز پیشرفت کنه میره، حالت های زندگی همی استرس ها فشار های روانی و نیم گپا این قدر یک اثر منفی بالای همی همچو حالت ها می و بالاخره اگر زورشان برسه خب یک کار میکنه، اگر زورشان نرسه بالاخره منجر به میشه که یا خود از بین ببرن یا خانواده را، یا حتما یک کار میکنن مقصد ده. ولی امید است که گپا تا بده آنجا نرسه. در همین مرحله اول از این بزرگا تقاضا بکنین که یک چهار تا بزرگ جمع بکنین و برش بگوین که به می شوهرتون بفهمونه همین راه و چاره برش بفهم، باور بکنین که ما بارها گفتیم که بسیاری کسا هست که لحاظ سنی بسیار بزرگ است ولی حد لحاظ عقلی بسیار کوچک، هیچ تابول زندگی رو درک نکردن. یک کسی که نتونه که یک زندگی خوش برای خانواده خود بته، برای خانم خود بته، برای اولادای خود بته، یک زندگی حداقل راحت، خب این راحتی مربوط به مسائل اقتصادی نمیشه، اقتصادی هم جزش است، ولی اگر در مسائل اقتصادی بسیاری کسی هست که در مسائل اقتصادی حالت خوب ندارن بله. یعنی با وجود کوشش خود نمیتونن که لحاظ اقتصادی یک زندگی خوب داشته باشن، ولی از دیگه مسائل یک زندگی خوب راحت برای خانواده خود تامین کردن. اینی انسانهای موفق هستن و اینی انسانهای خوب هستن که حداقل خانواده خود در درد و رنج نمیگذارن. ولی اگر کسی در جنب دی که مسائل اقتصادیش خوب نیست، در جنب دی که باز یک زندگی خوش راحت هم برای خانواده داده نمیتونه و همیشه خانواده رو در رنج و اندوه میگذاره، این اشخاص نباید حق زندگی حق ازیره نداره که با اینا باید زندگی بکنن. با مشوره با بزرگایتان در مرحله اول و بعدا اگر تغییر نمیفه میتونه که در مرحله دوم شما بازم با مشوره با بزرگایتان یک تصمیم نهایی بگیریم، به خاطر که تمام عمره به این شکل انسان سپری کردن کار هست بعض دشوار. بله واقعا. خب دوستای عزیز بازم میریم سراغ یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم. بازم خوش آمدین بانوی عزیز و بازم دنبال گپای دکتر سیب میریم و دکتر سیب یک موضوع خواستم بسیار کوتاه سرش صحبت بکنین. امیست که وقت پیام های دوستای ما میایه تمامش پیش ما هست، اما بعض پیام هایی هستن که ناقص است، اصلا از او چیز گرفته نمیتونیم و دوباره باز به پیام میمانن که پیام های ما چرا نشر نشد یا زنگ میزنن. راجع به این موضوع اگر گپ بزنین گپ خوب است که خب بله موضوع بسیار خوب اشاره کردیم فرزان جان که بعضا دوستا ما شکایت از این دارن که ما پیام زیاد میمانیم، پیام ما را نشر نمیکنیم. پیامتان نشر میکنیم دوست عزیز، ولی کوشش بکنید که به 4-5-6 وقتی که زنگ میزنین. بعض اوقات ما شما خودتان میفهمید که در امو خانه وقتی که برای کسی دیگه زنگ میزنن اونا برتان میگن که موقعتان تغییر بیتون آوازتان قطع وصل میشه. بعض اوقات تماس ها بسیار قسم هست که ما از اون تماس ها چیز گرفته نمیریم، بسیار قطع وصل میشه و یا مو صحبت هایشان در جای میرسه که باید اصل موضوع رو بگوین قطع میشه، اصل موضوع رو درست گرفته نمیتون
میکنیم. بله. و بعضا از خواهرها که بسیار عاجل صحبت میکنه، از او ما هیچ چیز گرفته نمیتونیم. یعنی در 7 ثانیه کل مشکل خدا میگن، ما از او چیز گرفته نمیتونیم. کوشش بکنید یکم مشرتر صحبت بکنین و عمو موقعیت اختیار بکنین که میفهمین که در کجا به اصطلاح عوام میگن که آنتن میتنیم. بله بله. در جایی که عمو موقعیت درست باشین که آوازتان ما بشنویم، کوشش بکنین که در عمو موقعیت قرار بگیرین تا که ما بتونیم که پیامایتان درست بشنویم. و در جنبش یک موضوع دیگر هم باید بگویم خدمت دوستا که پیام ها زیاد از خواهر عزیز، پیام ها بسیار زیاد است، ولی بازم برتون بگم که ما حق اولیت به تو پیامای میتیم که واقعا یک مشکل جدی داشته باشن. بله. حق اولیت ما برای تو پیام ها حتما حتما. و بسیاری روزا اصلا تماس نگرفتیم و پیام ها را خواندیم به خاطر دوستای ما مشکلشان نشد. بله. خب وقت برنامه ما رو به اختتام از دوست عزیز، تا تقدیم برنامه آینده تمام شما عزیزا رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند حافظ و ناصر همه ایتان. وقت خوش، خدا نگهدار.